این ساختمونی که میبینید موزه بریتانیا است. یکی از بزرگترین موزه های دنیا. پر از آثار تاریخی تماشایی که از سراسر دنیا برای دیدن اونها به بریتانیا میان. تو این موزه بیشتر از 8 میلیون اثر تاریخی از سراسر دنیا جمع‌آوری شده. وقتی وارد این موزه میشی به قدری بزرگه که نمیتونی همه جا رو ببینی. حداقل مهمترین جاهاش رو ببین. مثلا مجسمه ایستر آیلند، خدای هندوها یا خیلی چیزهای دیگه. بریتانیا خیلی به این موزه افتخار میکنه و میگه پروپیمون‌تر از این موزه تو دنیا نیست. راستم میگه، هر کسی دیگه به غیر از اینها بود نمیتونست این همه اثر تاریخی رو از سرتاسر دنیا جمع کنه تو یک جا. امپراتوری بریتانیا رو که باید بشناسید، همه جای دنیا حضور داشتن و خیلی از جاها هم به تصرف خودشون درآورده بودن. اونها در تمام کشورهایی که حضور داشتن، هر چیز به درد بخوری که وجود داشته میفرستادن انگلیس. در بین چیزهایی که میفرستادن، آثار تاریخی جایگاه بالایی داشته. اونها در سال 1753 وقتی میبینن از سراسر دنیا انگلیس‌های دیگه دارن چیزهای با ارزش تاریخی رو میفرستن به بریتانیا، شروع میکنن به ساخت یک موزه خیلی بزرگ که همین موزه‌ایه که میبینید. اونها اگر دستشون میرسید هر اثر تاریخی رو برمی‌داشتن میفرستادن بریتانیا بدون اینکه به صاحباش بگن، اما خیلی‌هاش هم مفت می‌خریدن. وقتی وارد موزه میشی اولین چیزی که جلب توجه میکنه سنگ روزتاه که در مصر پیدا شده. مصری ها میگن از ما دزدیدن و باید برگرده به مصر. بعد که وارد سالن اول میشی مجسمه هایی که از آکروپولیس یونان دزدیده شده. یونان هم مدعیه و میگه اینها همه باید برگرده. یکی از کشورهایی که غارت شده امپراتوری بنین بوده که در حال حاضر نیجریه است. میگن بیشترین دزدی آثار تاریخی اینجا اتفاق افتاده. مجسمه های خیلی هنری برنز، آثار ساخته شده از عاج فیل و مجسمه های مختلف زمان امپراتوری بنین. پروفسور چیکا اوکیکه آگولو از دانشگاه پرینستون آمریکا میگه امپراتوری بنین یکی از پیشرفته ترین امپراتوری های آفریقا بوده. اون میگه وقتی امپراتوری بنین ضعیف شد ریختن اینجا و همه آثار با ارزش رو غارت کردن. پروفسور آگولو میگه اونها با این کارشون باعث شدن تمدن بنین تمام آثار خودش رو از دست بده و یه جورایی بی‌هویت بشه و بعد از هم بپاشه، که همین طور شده و مردم نیجریه نمیدونن که این سرزمین چه تاریخی داشته چون هیچ اثری اونجا باقی نمونده. حالا چرا اینجوری شده؟ چرا همه چی رو بردن؟ برای اینکه در سال 1897 وقتی بنین مستعمره انگلیس بود، یک سری از مردم اونجا به نشانه اعتراض 7 تا سرباز انگلیسی رو میکشن. انگلیسا هم عصبانی میشن، 1200 سربازشون رو میفرستن که همه مسلسل داشتن. این 1200 نفر با مسلسلاشون امپراتوری بنین رو متلاشی میکنن و بعد از اینکه امپراتوری میفته دو دستشون، تمام آثار با ارزش رو میبرن. انگلیس‌ها به قدری عصبانی بودن که چیزایی که دزدیدن عکس می‌گرفتن و زیر عکس‌ها خودشون نوشتن لوت که معنیش میشه غارت. بعد از این غارت سرزمین بنین تا سال 1960 مستعمره بریتانیا بوده و در سال 1960 به استقلال میرسه و یک کشور جدید به اسم نیجریه تشکیل میشه. اونها مستقل شدن ولی حتی یک اثر تاریخی کوچیک هم برای خودشون ندارن، چون 90% آثارشون تو انگلیسه، بقیهش هم تو آمریکاست. پروفسور آگولو میگه من تو نیجریه به دنیا اومدم، بزرگ شدم، هیچ اثر تاریخی تو کشورم ندیدم تا اینکه از کشورم خارج شدم و اومدم انگلیس، تازه اینجا آثار کشورم رو دیدم. اون میگه من ذوق‌زده شده بودم چون اولین بار بود که آثار تاریخی کشورم رو میدیدم. برای مردم هر کشوری تاریخشون و آثار تاریخیشون هویت اونهاست و اگر نباشه یک حالت پوچی به دست میده. پروفسور آگولو میگه وقتی من این آثار رو دیدم خیلی افتخار کردم. از یک طرفم خیلی عصبانی شدم. گفتم چرا اینها نباید تو کشور خودم باشه؟ یعنی هیچی، حتی 1% هم اونجا نباشه؟ اون میگه من یک استثنا بودم که تونستم از نیجریه بیام لندن و تاریخ کشورم رو ببینم، ولی بیشتر از 90% مردم نیجریه حتی از شهرشون هم نمیتونن خارج بشن.
تازه اگرم بتونن بهشون ویزا نمیدن. دولت نیجریه سالهاست که در این مورد شاکیه. اونها همه جا میگن این آثار باید به نیجریه برگرده. اما بریتانیا اصلا جواب نداده. یعنی نگفته آره، نگفته نه. در سال 2020 موزه بریتانیا جواب نیجریه رو داد. گفت ما چیزی رو نمیتونیم برگردونیم چون مالکشیم، اما میتونیم بهتون اجاره بدیم و ببرین تو کشورتون به نمایش بذارید، بعد برگردونید. موزه بریتانیا یه چیز دیگه هم میگه. میگه اموال این موزه ربطی به دولت بریتانیا نداره. این یک موزه جهانیه که آثار کل جهان درونه و فقط تو انگلیس قرار گرفته، اما مالکش کل دنیاست. اما این حرف برای خیلی‌ها گرون تموم شد، مخصوصا نیجریه. اونها میگن اگر اینها رو خریده بودین حق با شما بود، اما خودتون زیر عکس‌ها نوشتین غارت و این بی‌احترامی به کشورهاست. معروف‌ترین غارتی که از آثار تاریخی شده مربوط به بنین بوده، ولی غارت آثار در این موزه از خیلی کشورها هست. آثار تاریخی هند، آثار بومیان استرالیا، آثار تاریخی چین. یکی از مهمترین آثاری که در این موزه وجود داره استوانه اعلامیه حقوق بشر کوروش بزرگه که ایران مدعی این مال ماست. اما انگلیس میگه اینو ما از تو عراق پیدا کردیم. عراق در اون زمان دست انگلیس بوده، ولی عراق هم جزو سرزمین‌های پادشاهی هخامنشی بوده. برای همین ایران میگه مال ماست، اونها هم میگن نه. یه بارم برای نمایش تو تهران به ایران دادن که فقط نمایش بدن. خیلی ها هم میگن که خوب این آثار در یک جای امن قرار گرفته و حداقل باقی میمونه. اما خیلی هم مخالفن و میگن این سرقت فرهنگ ملت هاست و باعث میشه مردم هر منطقه ای هویت خودشونو فراموش کنن و نفهمن که از کجان، ریشهشون از کجاست. صحبت از 4 تا مجسمه و اینها نیستش. صحبت فرهنگ ملت هاست که به باد فنا میره. شما نظرتون چیه؟ لطفاً نظر بدید. آیا نگهداری این آثار تو یک جایی مثل موزه بریتانیا بهتره یا اینکه بدن به صاحبانش؟